خب میخوایم کهیر و خارش و حساسیت و اینا رو با هم بررسی کنیم اینجا فرد دچار کهیر شده حالا میخوایم ببینیم که این کهیر علتش چیه ببینید داخل بافت سلاحی از سلاحی وجود دارن به نام ماست سل یا همون ماستوسیت هایی که ما خوندیم ماستوسیت ها از بیگان خارها بودن و از بیگان خارهایی بودن که داخل خون نبودن داخل بافت بودن اینجا هم این ماستوسیت من داخل بافته اینا رگای خونی دیگه اینا رگای خونی هن یاختای سنگ فرشیش که اینجا این شکافا رو ساختن هم میشه, تشخی... میشه تشخیص داد که این رگای خونی خب میبینید که این ماستوسیت من داخل رگای خونی نیست داخل بافته یعنی کلا داخل خون نیستش داخل بافته توی حساسیت یا توی خارش این کهیرایی که حالا فرد دچار میشه این ماستوسیتا هیستامین رو میان ترشح میکنه. الان ماستوسیت من هیستامین رو ترشوهش کرد این هیستامین میره روی این رگا اثر میذاره باعث میشه اینا گشاد بشن یه از این رگا خارج بشه میبینید یه مادی داره از رگ گشاد شده خارج میشه این مادایی که این رگ های گشاد شده خارج شدن میان این سلول ها رو تحریک میکنن و این کهیر رخ میده